سلام، من صادق حسین هستم. اینجا استودیو پارکینگ و شما به قسمت 1 از پادکست روزمرگی گوش میکنید. سلام حسام، چطوری؟ خوبی؟ چطوری؟ خوبی؟ خوش اومدی. قربونه. دمت گرم که اومدی. مخلص. خوبی؟ ذره از خودت برامون میگی، چند سالته، چیکار میکنی اینا؟ آره، من حسامم حسینی، بعد 34 سالمه. مدرک تحصیلی اگه بخوام بگم فوق لیسانس و مدیریت بازرگانی بین الملل دارم. مدتیه که دارم تئاتر کار میکنم، هم بازیگری هم کارگردانی. از تقریبا سال 92 جدی شده دارم کار میکنم. تا یه جایی سر کار میرفتم، کنارش تئاتر کار میکردم، بعد دیگه ول کردم کارو کلا، اومدم بیرون، الان فقط دارم تئاتر کار میکنم. اوضاع تئاتر خوبه الان؟ اوضاع تئاتر کی خوب بوده؟ هیچ وقت اوضاع تئاتر خوب نبوده دیگه، خود جمعش میدونی. نه، همیشه اوضاع تئاتر بد بوده، مثلا تو سری خور دیگه، همیشه تو سری خور بوده. الان بدتر هم شده با داستانای کرونا و فلان و اینا. یک مقداری میدونی، یعنی یه جوری شده که کسی بره سوپرمارکت خرید بکنه یا چه میدونم سوپرمارکتشو باز بکنه، کسی بهش نمیگه که برای چی باز کردی، اصلا چی شد فلان، گیر نمیده بهش. تئاتر به محض اینکه پاتو بذاری تو سالن بخوای کار ببینی یا بخوای تمرین بکنی، همه میگن وای رفتی تمرین، حالا واجب بود مگه؟ اصلا تو مخیله مردم نمیره که اینم کاره، میشه ازش چه میدونم، مایی که داریم این کارو میکنیم هم درآمدمون از طریق اینه، یا حالا هر چقدر هم کم یا اینکه بالاخره داره کاری انجام میشه. آره، این یکم داستان این شکلی داریم دیگه فعلا. آره، فکر میکنم چون یه جورایی در واقع اولویت آخر آدماست که برن سراغ کار هنری، برن تئاتریو ببینن فلان اینا، این شکلی رفتار میکنن که خب اولویت اول نیست که، حالا سوپر رفتن واجبه باید بری. آره، تئاتر که حالا نری هم چیزی نمیشه برای اونا، یعنی این شکلیه دیگه. ولی تو چون به عنوان شغل داری نگاهش میکنی، آفرین. آره، فرق میکنه. تو فرقی با اون سوپرمارکتی نداره، چون اون شغل. آره آره، حالا داره اونا میفروشه، تو داری تئاتر کار میکنی. آره، و غیر از اونم داستان اینه که آدما کلا، من چیزی که دیدم، اصلا اینکه دلایلی که خودم اومدم از سر کار بیرون، آدما همیشه این شکلین، فکر میکنن که خب من الان میخوام برم مثلا چه میدونم، میخوام برم کارمند شم. چرا میخوای بری کارمند شی؟ به خاطر اینکه آیندم رو بسازم. تو ایران مخصوصا این حرف به نظرم خیلی حرف خنده داریه، به خاطر اینکه تو معلوم نیست فردا کرونا بگیری بمیری، معلوم نیست فردا یه دکتری اشتباه بکنه رفتی برای سرماخوردگی آمپول اشتباه بزنه بمیری، معلوم نیستش که نمیدونم با پراید مثلا داری میری تو تاکسی نشستی تصادف کنه لهشی. تو همچین مملکتی واقعا فکر به این که در آینده به خاطر این که مثلا الان زور بزنم صبح برم سر کار تا شب، به خاطر چی؟ به خاطر این که 60 سالگیم راحت باشم و استرس نداشته باشم، یکم به نظرم خنده داره واسه من. حداقل از یه جای اینجوری شد. من از 18 سالگی کار کردم، یعنی از 18 سالگی من سر کار میرفتم. تقریبا یه چیز حدود 12 سال من سابقه کار دارم. آخرین جایی که کار کردم، حالا که ما بیش خود در جریان هستی، ولی در کل این که آخرین جایی که کار کردم، من مدیر فروش شرکتی بودم که شرکت بین المللی بودم که کلی پرسنل داشت، حقوق خوب میگرفتم، هر چی تو شرکت فروش میرفت درصد میگرفتم ازشون، و ازم از لحاظ مالی ایدئال بود واسه یه نفر اگه از بیرون نگاه کنه. اینکه من یه روز بلند شم برم دفتر مدیر استعفامو بزنم رو میزش بگم من دیگه نمیخوام کار بکنم، شاید به نظر هر کسی، یعنی آدم عاقلی مسخره بیاد بگه دیوانه ای تو چه همچی کاری کردی، در صورتی که به نظر خودم کاملا منطقی بود. همه ی آدم های دوروبرمون ازش از طرف میپرسی چی کار میکنی، مثلا میگه که دارم توی شرکت کار میکنم. چی کار میکنی؟ حالا مثلا مهم نیست، چه میدونم هر چی، پرینتر میفروشم، نمیدونم هر چی. حالا چی کار دوست داشتی بکنی؟ عشقت چیه؟ الان وقتی میبینی چه کاریه که وقتی انجامش میدی یا حداقل به عنوان تماشاچی میبینی اون پشنه وجود داره، به هیجان میارتت؟ مثلا طرف میگه من چه میدونم
منبتکاری میبینم، مثلا از اول دوستاشم خب دیوانه ای برد و مال منبتکاری، فردا معلوم نیستش که زنده باشی. خلاصش کنم رو همین حساب، من به نظرم اومد کار عاقلانه ایه، یا به جایی میرسه من تمام تلاشمو دارم میکنم، یا به جایی میرسه، یا اگرم به جایی نرسید که میرسه، ولی اگر 1% به جایی نرسید حداقلش اینه که 10 سال دیگه اگر زنده بودم با این شرایط مملکت و فلان، پیش خودم میگم کاری کردم که دوست داشتم دیگه، 10 سالم رو حداقل اشغال کردم. آره سختی کشیدی ولی کاری که دوست داشتی. آره میفهمم. خیلی دوست داشتم بحث به خیلی جاهای دیگه بره، چون همونجوری که داریم حرف میزنیم کلی چیز میاد تو ذهنم، ازت بپرسم تو هر کدومش بریم 1 ساعت حداقل. آره، حرف بزنیم. ولی موضوع این پادکستی که الان شروع کردیم مسئله روزمره است. اول از همه دارم میخواد بگی که اصلا روزمره تو چه شکلیه، از صبح تا شب تو چه شکلی میگذرونی، تا بعدش برسیم به یه ذره جزئی تر شدن ماجرا. آره حتما. ببین من بستگی به این که حالا فرداش کی، چون خودت کامل در جریان هستی، برنامه کار ما ساعت مشخص نداره، دو تا جنبه داره، یه بحث آفیش فیلمبرداریه، من آفیش میکنم، یه دفعه مثلا چه میدونم من قبل از عید مثلا آفیش فیلمبرداری بودم، 4 صبح بلند میشدم، سرویس میاد دنبالم، میرفتم تا 4 بعد از ظهر برسم مثلا سر تمرین، میشد 5 تا 8 دوباره سر تمرین بودم، بعد میومدم خونه. روتینم این شکلی بود. روتین کلیمو بخوام بگم، من معمولا اگر صبحش کار نداشته باشم شبا بیشتر بیدار میمونم، چون کلا شبا بیشتر دوست دارم. شبا بیشتر بیدار میمونم مثلا ساعت 10:30 11 ماکسیمم دیگه مثلا این حدودا بیدار میشم. بعد یه مدت زیادی تقریبا عادت کردم که صبح بلند میشم نرمش میکنم، نرمشم بیشتر تو راستای اینه که بدنم آماده باشه واسه، نه اینکه مثلا بخوام سیکس پک نمیخوام داشته باشم، همین که از آمادگی. آره همین انقدی که اگه دفعه رفتم سر تمرین یا سر فیلم برداری رفتم بدنم آماده باشه اگه نیاز داشتم بهش. و بیان دیگه، مثلا تمرینای بیان، تمرین تنفس فلان، این چیزاست انجام میدم صبح. خیلی هم مثلا اینجوری نیستش که تایم زیاد بذارم، در حد 20 دقیقه نیم ساعت مثلا، اگه تازه خونه پرش نیم ساعت تمرین میکنم، حال داشته باشم یکم با کلاس میشم، یوگا هم کار میکنم، وقتی که اونم خیلی تاثیر داره. اسمش خیلی لاکچریه ولی واقعا همه حرکت ها رو ما تو تمرین ها انجام میده و خیلی تاثیر داره. بعد از اون احتمالاً اگه میگم باز معمولا تمرینامو غروبه، اگه تمرین غروب باشه وقت کنم یه کتاب ورق میزنم. بابای ما کلا مر کرم کتاب بار آورد متاسفانه. نه بابا حال چیه بجه کتاب، مثلا از اول مثلا من میگم بازار، میگم برو بازار کار کن، حالا تفکرام یه چیز دیگه، راحت زندگیمو میکنم اونجوری نگاه کنی. آره ولی آره کتاب میخونم تا برم سر تمرین دیگه. میرم سر تمرین و معمولا 3-4 ساعت سر تمرینم، اونجا هم دوباره تمرین بدن و فلان و بیان و اینا داریم 1-2 ساعتشو، بعد تمرین اون کاریه که داریم انجام میدیم که خیلی حال میده بهم. اینجوریه که من کلا آدم تنبلی ام، از اول زندگی من آدم تنبلی بودم، ولی اینجوریه که مثلا من میام بیرون از تمرین بعد 4 ساعت تمرین کردن، 2 ساعت فعالیت سفت بدنی که واسه من واسه حسام باید خیلی سخت باشه و فوش بده بعدش به همه، سر حال میام بیرون. یعنی قشنگ این شکلیه که از تمرین میام بیرون انقدر انرژی دارم و حالم خوبه، دارم میخواد بدوام مثلا تا خونه، این شکلی ام. بقیه هم میدونن مثلا من از سر تمرین میام شنگولم. بعد دیگه بعدش بستگی بین داره که برنامه چجوری بشه دیگه، با بچه ها دوستا دور و بریام یه برنامه درستی داشته باشه، برنامه درستم که ما برنامه درستم که بریم ماکسیمم بگردیم، یه جور جمع شیم با هم دیگه بشیم بازی کنیم، نمیدونم بورد گیم یا چه میدونم مونوپولی از این چیزا. و اینم چون من طی سالها آدما رو هی فیلتر کردم، آدمای کمی موندن، حداقلش 7-8 نفر موندن که باشون حال میکنم، معاشرت باشون حال میده بهم، سعی میکنم اونا معاشرت کنم تا تموم شه روز بریم روز بعدی. چیزی که الان تو روزت جالبه اینه که احتمالاً فکر میکنم اکثر آدمای تئاتری که دارن الان تئاتر فقط کار میکنن احتمالاً زندگیشون اینجوریه، صبح تا بعد از ظهرشون مال خودشونه، حالا هر کاری که میکنن بعد از ظهر سر تمرینی، اگه الان تو این اوضاع باشه شب هم دوره هم جمع بشن و فلان. ولی اصولا روزمرگی اگه بخوایم بریم سراغش به نظر تو چیه؟ روزمرگی ببین فکر کنم قبلا هم یه کوچولو صحبت کردیم در موردش، ولی اگه بخوام دوباره بگم حالا شاید یکم کامل تر،
به نظر من اینکه طرف بگه من افتادم تو روزمرگی از جنبه بدش نه از جنبه مثبتش، یعنی یه جنبه مثبت روزمرگی اینه که خب بلایی سرم نیومده، زندگیم حالت عادیشو داره، داره جلو میره، منم دارم برای یه چیزی تلاش میکنم، این میتونه جنبه مثبتش باشه، روزمرگی غیر منفی. ولی خب بار روزمرگی مثلا میشه منفیه تا مثبت. بار منفیش چیه؟ اینه که تو یه کار روتینی رو برای یه آدم دیگه یا تو بهترین شرایط برای خودت داری انجام میدی که ازش لذت نمیبری، عادت کردی بهش. این عادت خیلی به نظرم چیزه مزخرفیه، عادت کردی به انجام دادنش و اینکه داری انجامش میدی به خاطر یه هدف کوچیک نزدیک، یعنی کوتاه مدت، با یه هدف بزرگ بلند مدت. تو بهترین شرایط آدم ها اینجوری فکر میکنه، خیلی اصلا هدف بلند مدت هم نداره، همین قدر که خرجشون بگذره کافیه. حالا من میگم این روزمرگیه میتونه خوب باشه در یه صورت، در صورتی که تو از کاری که داری انجام میدی لذت ببری. مثلا یه آدمی صبح میره سر کار تا 5 بعد از ظهر کارمند یه شرکتیه، هیچ منفعتی، به قول اون داستانه این بود که رئیس شرکته میگفتش که تو رو خدا کار بکنید، من امسال میخوام یه ماشین بهتر بخرم. همینه، تو داری واسه یکی دیگه کار میکنی که اون ماشین بهتر بخره. حالا این روزمرگیه، اگر تو از بیرون نگاه کنی که خب همه یکسانن، همه کارمندن دارن کار میکنن، اگر تو بری سر کاره و ازش لذت ببری، که خیلی فکر کنم معدود آدمایی هستن که ازشون بپرسی بگن من حال میکنم میرم سر کار، هستن مثلا عاشق کارمندیم، ولی اگر ازشون بپرسی و حال کنم، به نظر من هیچ ایرادی نداره، یعنی خیلی هم اوکیه، مثلا همین کاری که من دارم میکنم، طرف داره حال میکنه. در نهایت این که به نظر من روزمرگی به جنبه منفیش در صورتی منفی میتونه باشه، اینه که تو حال نکنی با زندگیت، کاری که داری میکنی خوشت نیاد. اگه خوشت بیاد، حالا چه کارمندی باشه، چه کارگر معدن باشی، چه بازیگر باشی، چه هر کار دیگه ای داشته باشی، اگر حال بکنی، فکر کنی که من دارم کاری میکنم که دوست دارم، از زندگیم دارم استفاده میکنم، هیچ ایرادی نداره. منفیش به نظرم اونه. یعنی که تو میگید روزمرگی رو همه تقریبا داریم، یه سری ها مثبتن خوشحالن باهاش و اینا، یه سری ها منفین باهاش حال نمیکنن. آره، مجبورن. آره. حدی... ولی هست. آره، تا یه حدی اینجوریه، ولی یه چیز کوچیکی که داره اینه که تو صبح که بلند میشی، به نظر من این بخشش خیلی مهمه، که تو صبح بلند میشی ندونی که چه اتفاقاتی قراره برات بیفته. خب نمیدونم، منظورم اینه که خب اون که اصلا روزمره نیست دیگه. آره، نه روزمره. ببین من خودمو مثال میزنم چون خودمو بهتر میشناسم، از خودم مثال میزنم. من مثلا دارم میگم صبح که بلند میشم یه روزمرگی دارم، میدونم من روزای زوج ساعت مثلا 4 تا 8 تمرین دارم، این روزمرگی روتین منه. خب این میشه اسمش گذاشت روزمرگی. ولی باحالی کاری که من میکنم اینه که احتمال داره که همون 4 تا 8 ساعت 3 بعد از ظهر یکی زنگ بزنه بگه آقا ما داریم یه فیلم برداری مثلا یه کاری داریم میبندیم، پاش بیا دفتر قرارداد ببند. تو پا میشی میری اونجا و چیزی که انتظارشو نداشتی، میری سر یه فیلم، یه نقش جدید، یه دنیای جدید، یه سری آدمای جدید میبینی که این خودش قشنگ فرارت میده از اون روزمرگی. خب تو الان یه در جدیدی باز کردی، تو الان داری میگی یعنی خب مدل زندگی تو معنیش اینه که یعنی روزمرگی رو تقریبا میشه گفت نداری، یعنی هی یه سری اتفاقات چیزی ممکنه برات یهو توی روز بیفته که دیروز نیافتاده فردا هم نمیافته. مثلا یه کارمند 30 ساله میره سر کار ثابت اداری، هر روز صبح میدونه که پا میشه مثلا میره سر کار، اونجا یه چایی میخوره و کارشو میکنه و 4 بعد از ظهر میاد خونه. اون حالا نمیدونم که راضی باشه از شغلش یا ناراضی باشه، اون درگیر روزمرگی هست، حالا به قول تو یا منفیش یا مثبتش. ولی تو اینجوری که میگی خب انگار اصلا روزمرگی نداری دیگه. ببین روزمرگی آره دارم، میگم احتمال داره اون زنگه که گفتم اتفاق نیفته هیچ وقت. مثلا شاید تو 6 ماه کار بکنی هیچ وقت اون زنگه اتفاق نیفته، یه تمرین روتینی داشته باشه. ولی اگه بخوام کلی حرف بزنیم در مورد روزمرگی، داستانش فرق میکنه. در مورد زندگی خودم شخصا بخوام صحبت بکنم، اینجوری که خب آره من روزمرگیمم، حتی اگر همون حالت روزمرگی که الان تعریفش کردیم باشه، بازم من سر تمرین هر روز دارم یه سری اتفاقات جدید رقم میزنم، هر روز دارم یه سری اتودای جدید میزنم سر کار، هر روز یه سری بخشای کارمون بیشتر در میاد. میدونی اینا
خود به خود باعث میشه که تو اونجوری روزمرگی نداشته باشی. بازم خیلی دیتیله دیگه، یعنی مثلا یه کارمند که میره سر کار امروز همون پرونده دیروز رو امضا نمیکنه، ولی داره همون کارو میکنه. آره ولی ببین سر تمرین تئاتری، ولی امروز همون تمرین دیروز رو نمیکنه. آره ولی فرقش اینه که در نهایت کارمنده داستانش اینه که اگر 100 تا پرونده هم واسش عوض شه، حالا کارمند رو به معنای پرونده امضا کردن بگیریم، 100 تا پرونده هم جلوش عوض شه در نهایت واسش فرقی نداره. یعنی اگه پرونده حسن رو بذاری جلوش، پرونده چنگیز رو بذاری جلوش، فرقی واسش نداره. آره. اون کارش روزمره است، اون باید نگاه کنه، امضا کنه، نمیدونم حالا هر کاری. خب من خودم سر کار که میرفتم با اینکه تازه کارمند بودم بازم انقدر روزمرگی نداشتم، چون کارم فروش بود، یه هیجانی به نسبت اون کارمنده که کار روتین میکنه، چون من همیشه فراری بودم از کار روتین. یعنی 10 جا با موقعیت‌های خوب واسم پیش اومد کار اداری بکنم سر یه پارتی که داشتیم یه جایی و نرفتم. خیلی هم شاکی شدن، همه خانواده مخصوصا خیلی شاکی شدن، بابا این کار فلان بانکه الان فلانه. من نمیتونم وایس بشینم یه کارو هی انجام بدم، از خودم بدم میاد، یعنی آخر روز از خودم بدم میاد. ولی این فرقو داره، میدونی من هر روز دارم یه چیز جدیدی تجربه میکنم. اون آدمه آدمای جدیدو شاید تو پرونده ها یا مشتریاش بر تجربه کنه، ولی کار همونه. باید مشتری رو قانع کنی که فلان چیزو بخره. من نه، من هر روز که میرم از سر تمرین که میام، شب که دارم میخوابم بهش فکر میکنم که خب مثلا اینجا رو اگه این کارو بکنم، این اتودو بزنم، اینجوری صحبت بکنم، شاید به کاراکتر بیشتر بیاد. میدونی یا اگه کارگردانی میکنم دارم فکر میکنم که خب میزانسنمو اینجوری بشینم به نظرم جذابتر میشه، بذار این کارو بکنم. این فرقشه به نظرم. تو یک کلمه اگه بخوای بگی خودتو روزمره میدونی یا نه، چی میگی؟ ببین تو یک کلمه نمیتونم بگم، ولی یک خیلی خلاصه میگم. خیلی خلاصش اینه که من دو بخش داره زندگیم. یه بخش زمانی که دارم کار میکنم سر تمرین هستم، چون خیلی وقت پیش میاد که اصلا یه سال هیچ پیشنهادی بهت نمیشه. زمانی که سر تمرین هستم، سر فیلم برداری هستم، نه روزمره ندارم، تو روزمرگی نیفتادم به نظر خودم. زمانی که نیستم از اون کارمنده روزمرگیم بدتره، چون هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. ماکسیمم اینه که بشم کتاب بخونم یا چه میدونم یه چیزی ترجمه کنم، مثلا یه پولی ازش در بیارم یا از این کارا. پس تو یعنی به شکل منفی روزمرگی ازش فرار میکنی و آره، سعی میکنی آره. که من فکر میکنم خیلی با آدم بستگی داره. آره ولی من به شخصه فرار میکنم ازش. دمت گرم. ما که نه، در واقع من یه سری سوال دارم که به شکل در واقع همون سوالای وودیو ردرتوریه، تک کلمه ایه. آره ترجیحاً سعی کنیم کوتاه بریم اگه یه جور جالب شد بهش برسیم. خب از اولیش، واسه یکی دیگه کار کنی ولی راحت باشه، یا واسه خودت کار کنی ولی سخت باشه؟ واسه خودم کار کنم ولی سخت باشه. در واقع الان داری همون کار میکنی دیگه، چون تاثیری که پولی نداره داری برخورد. نه پوله واقعا، من هیچ وقت پول خیلی شعاریه ولی خیلی تو زندگیم اهمیتی نداشته. دومیش، ادامه زندگی تو توی یه قایق بگذرونی یا توی یه ون؟ ون که دارم، تو ون. آره. جای جدیدی رو کشف کنی یا داروی یه بیماری کشنده رو؟ جای جدید 100%. برای چی داروی بیماری کشنده رو کشف کنی؟ چون مثلا بیماری کرونا رو مثلا تو داروش پیدا کنی. آها اونجوری. آره. نه بازم جای جدید. آره توی مورد خودخواهم، جای جدید با با دانش الانت بری به 5 سالگی، یا دانشی که تا آخر عمرت به دست میاری و الان بهت بدن؟ 100% با دانش الانم برم 5 سالگی. اصلا یکی از فانتزیای ذهنیم واقعا. شبا میخوابم بهش فکر کنم، فکر کن الان میدونه با علمی که مثلا علم که نه، تجربه‌ای که الان دارم از اتفاقاتی که واسم افتاده، فکر کنم بری 5 سالگی باوچ. آره. و شروع میکنم برنامه چیدم واسه اش که چی کار. آره. وقتی توی ماشینی هیچ وقت پشت چراغ قرمز نمونی، یه وقتی پیاده ای هیچ وقت تو صف وای نستی؟ خیلی آخه چیز مهم، ولی چرا قرمز خیلی تحملش واسم سخته. فکر کنم چرا قرمز صف واسم راحت تره. بلیت رایگان نامحدود سفر بین المللی داشته باشی؟ آخه بقیه رو نگو، همین. ولی بقیه یا غذا تا آخر عمر رایگان باشی؟ همون اولیه غذا. من اصلا کنسرو میخورم تا آخر عمر، خودم هم میخرم با هزینه خودم. زندگی جاودانه داشته باشی یا هر وقت اراده کردی بمیری؟
هر وقت اراده کردم یعنی تا جایی که دلم میخواد زندگی کنم بعد آره. آره این خیلی منطقی، زندگی جاودانه میخوام چیکار؟ من زندگیمو کردم، یعنی خیلی بیشتر از کارهایی که یه آدم مثلا 50 ساله انجام میدارم من انجام دادم. خیلی خیلی چیز نیستم که مثلا برم جاهای جدیدو که گفتی نگو جای جدیده رو تنها چیزیه که دوست دارم، چون میلیارد جای جدید هستش که ندیدم، تنها چیزی که تو زندگی دوست دارم انجام بدم که جای جدیده رو ببینم. آره. ماهی یه بار مجبور باشی جای زندگی تو عوض کنی یا تا آخر عمر مجبور باشی یه جا زندگی کنی؟ سخت یه بار اساس کشی کنی. سخت شد. آخه اون برش هم آره. تا آخر عمرت یه جا آره. زندگی کنی؟ اولیه من یه بار عوض ترجیح میدم اساس کشی کنم تا آخر عمرم یه جا بمونم. جالب. ازت تعریف کنن ولی دروغ باشه یا عیباتو بگن ولی راست باشه؟ دیگه میدونی دیگه من عیبامو بگن چون من خودم همین کارو میکنم، انتظار دارم بقیه هم همین کارو بکنن. یه سال دنیا رو سفر کنی ولی با پول خیلی کم، یا یه سال توی یه جا باشی ولی لاکچری زندگی کنی؟ 100% اولی. حسن آدم سفری. آره. دیوونه باشی بدونی دیوونه یا دیوونه باشی فکر کنی عاقلی؟ دیوونه باشم بدونم دیوونم، مثل الان. نه الان که نه، ولی پادشاه یه کشور داغون باشی یا شهروند یه کشور خوب؟ پادشاه یه کشور داغون. درستش میکنی؟ چی؟ والا ما تلاشتو میکنی درست کنی، فرستادی مجلس منتظریم که تصویب بشه. نه چیز بود، حالا بی ربط، اون فیلم چیز هستش رابرت دنیرو بازی میکنه، میخواد کمدین شه، جری لوئیس رو میدوزده برای اینکه بتونه بیا تو برنامهش. آها آها. بعد اون یه جمله خیلی طلایی داره، میگه ترجیح میدم یه شب پادشاه باشم تا کل عمرم یه آدم عادی باشم، یه همچی چیزی. آها. حالا نقل به مضمون ولی واقعیت داره. آره. سیاستمدار مهمی باشی یا رئیس یه شرکت مهمی؟ هیچ کدومش، ولی رئیس شرکت، چون سیاست مدارا واقعا نه حرفش از سیاست. رئیس شرکت هم. آره. معروف ترین فیلم دنیا رو بسازی یا موزیک دنیا؟ دیگه فیلم دیگه 100%. مجبور باشی هر بار که موزیک پخش میشه باش بخونی یا برقصی؟ بخونم باش. آره. 10 تا دوست معمولی یا یه دوست صمیمی؟ یه دوست صمیمی. اگر مشت و نمونه خروار بگیره الان همین کارو کردم دیگه، به جای 800 نفر آدم علی که دور خودم جمع کنم 8 نفر آدم جمع کردم. صمیمی. ولی سوختن توی آتیش یا غرق شدن تو آب؟ اسم کتاب چیزه ها، اسم کتاب بوکوفسکی این. سوختن در آتش، غرق شدن در آب. آتیش که خب خیلی بده، همون غرق شدن تو آب چون شنا بلد نیستم سریع اتفاق میفته. بیفتم و رفتم پایین، دست و پام نمیزنم، میدونم فایده نداره دیگه. چای یا قهوه؟ قهوه. ماشین یا موتور؟ موتور سواری بلد نیستم، ماشین. سگ یا گربه؟ سگ. سگ اصلا داگگای هم شدید. روز یا شب؟ شب. کوری یا کری؟ کری. سفر به گذشته یا آینده؟ گذشته 100%. نامرئی بشی یا ذهن بخونی؟ اگه اختیارش دست خودم باشه، یعنی اینجوری نباشه که دائم نامرئی باشم یا دائم بتونم ذهن بخونم، ذهن بخونم، ولی اگه دائمی باشه نامرئی. لاغر کچل یا چاق موده؟ لاغر کچل. با اشیا بتونی حرف بزنی یا با حیوانا؟ با حیوانا، خیلی دوست دارم، بچگی دوست داشتم. فست فود یا غذای خونگی؟ فست فود. زندگی زیر آب یا تو آسمون؟ تو آسمون اگه قرار نباشه بمیرم تو آسمون، یعنی به آسمان ها پر بکشیم مثلا فلان. تو آسمون. آره. یعنی تو ارتفاع. آها، تو عاشق ارتفاع هم دیگه، معلومه تو آسمون. سفر در زمان یا مکان؟ زمان. زمان. آره. خودم سفری که آره مثلا من... اراده کنی وسط مثلا چه میدونم یه جنگلی تو استرالیا. من... آره باشه. این یکی از آرزوهای بزرگمه، ولی آرزوی دومیشه. آرزو اولم گذشته. تو فکر کن مثلا الان به جای اینکه هر جایی بخوای بری یه دفعه مثلا اراده کنی الان بری مثلا چه میدونم مثلا اشغال پاریس توسط هیتلر، مثلا اونجا وسط انقلابیای پاریس چیز باشی، فرانسه باشی، مثلا چه فضای عجیب غریبی می‌بینی. آره خودت جفتش رو قاطی کردی ولی ها. چی؟ تو زمان مکان الان قاطی کردی. زمان نه دیگه، خب خودم که تو تو ایرانی اون موقع، تو تهران نی. آ تو زمان نه دیگه، میگه زمان دیگه نامردی. زمان باش قبول. زمان بازم خنده‌ای.
آخریش جالبه، یه ماه بدون موبایل و اینترنت باشی یا یه ماه بدون همون؟ نمیدونم، موبایل و اینترنت هم نداشته باشم مثلا شد، مثلا میرم کمپ مثلا یه دفعه مثلا شد یه هفته اصلا موبایل و اینترنت ندارم، خیلی هم خوش میگذره بهم. ولی هموم هم یه ماه نرم، حالا نرم بقیه اذیت میشن خودم. آخه اصلا این سوال اینه که انقدر به این موبایل عادت کردیم که حاضریم یه ما ازش بکنیم. من آره آره نه مشکل از اون لحاظ اگه حساب بکنی مشکلی ندارم، ولی خب جفتش تو کمپ اتفاق میفته، نه هر مدتی که تو کمپ باشی نه همون میری نه موبایل اینترنت داری. آره آره، ولی مشکلی با این که نداشته باشمشون ندارم. چیزی که خیلی دوست دارم از آدمو بپرسم اینه که بزرگترین ترس زندگیتون چیه؟ بزرگترین ترس زندگیم از دست دادن کسایی که دوستشون دارم، ولی اگه فوبیا حساب کنی فوبیا جای تنگ دارم، این دوتا. دمت گرم که جفتشو. آره دمت گرم که جفتشو داری. خیلی یه دونه شم ندارم برو خدا رو شکر کن لکه ایت کنم اتفاق نیفته. خب حسام، بزرگترین ترس تو به همون گفتی، بزرگترین آرزوت هم به همون بگو. بزرگترین آرزوم به من دو... بزرگترین آرزوم شاید دوتاست، هر دوتاش به یه اندازه واسم جذابه، جفتشو میگم تقلب میکنم. یکی این که تو کارم، تو همین بازیگری، به جایی برسم که ببین من معروف شدن و پولدار شدنش اصلا بازم شعاریه، اصلا مثلا مهم نیست، شعاریه ولی واقعا اینجوریه. چیزی که واسم جذابه اینه که به جایی برسم که بتونم نقشای عجیب غریب بازی کنم، این چالنج واسم واقعا آرزوه، یعنی که خودم انتخاب بکنم که الان میخوام این کارو بکنم. و دنبالم باشن که آقا تو رو خدا بیا این کارو این نقشو بازی کن. این خیلی واسم جذابه. یه آرزوی دیگه هم اینه که بگردم جهانو ببینم، چون طبیعت کلا واسم خیلی جذابه، و نه اینکه مثلا جای جایی منظور نیست برم توی شهری، اونم باحاله، ولی مثلا طبیعت جای مختلفو ببینم. این دوتا ای دوتا گفتی ولی قبوله. آره قبوله باش. گفتی کتاب میخونی، فیلم هم میدونم میبینی، توی پادکستی هم داری که اصلا با هم کار کردیم. چیه؟ آره. یه ذره میخوای کوتاه راجبش بگو، چون با حال ایده ای که اون پیج رو انداختی چیبه؟ آره خیلی کوتاه میگم. چیبه رو ایدهش رو از اولش از بیس با هم دیگه صحبت کردیم، بهش رسیدیم، تا هم حال دادی پیج رو گرفتی با هم دیگه جلو بردیمش. چیبه معرفی کتاب، فیلم و سریال به آدمایی که نمیدونن چی بخونن یا چی ببینن. اصلا چیبه از چی بخونم و چی ببینم میاد. یه نقدی، یه در واقع نقد کنه، یه تحلیلی میکنم، چیزای جالب در موردشون که هیچکی نمیدونه رو میگم، سوتیاشون رو میگم، اگه فیلمه، اگر کتاب تیکه‌ای از کتابو میگم. من خودم این شکلیام که کتاب میخوام انتخاب کنم بازش میکنم، یه تیکه‌ای میخونم ببینم ترجمه‌اش چطوره، نثرش چطوره، اینا اینه معرفی میکنم ببینم شاید یه سری خوششون بیاد. پیج چیبه بود؟ آره چیبه آندرلاین آرت تو اینستاگرام. آره شما گفتی خیلی فیلم میبینی، کتاب میخونی و اینا، کتاب خوب و فیلم خوب، از هر کدوم ترجیحاً یکی دوتا دونه ولی باش. بهمون معرفی کن که آدمو ببینن. ببین الان من یه مدت زیادیه دارم یه کتابی رو میخونم، وقتی اینکه یکم سنگینه واسم و با تمرکز داشته باشم خورده خورده دارم میرم جلو. جهانهای موازیه اسمش، برای میچیو کاکوه، در مورد بند شدن زمان، جهانهای موازی، نمیدونم کلن تایملاین، این که زمان خطی نیست اصلا و اینا، در مورد این چیزا صحبت میکنه، خیلی جذابه. خیلی ساده هم توضیح، لازم نیست علم فیزیک داشته باشی، منم ندارم. یه سری کتابم خب آخه باید خونده باشن، نمیدونم حالا خوندن یا نه، مثلا چه میدونم، یه سری کتاب هستش کلاسیک به نظرم حتما باید خونده بشه، مثلا چه میدونم مثلا ناتور دشت مثلا، مثلا سلاخانه شماره 5، نمیدونم از کتابای این شکلی هستش که اونا رو به نظرم اگه نخوندم این کلاسیکا رو باید خونده شه دیگه. و کتاب جدیدم جزء از کل بود که خیلی گندشو در آوردن، همه جا هست، ولی کتاب خوبی بود واقعا. از کتاب فیلم که خیلی زیاده، کوچولو بگو، یه فیلم بگو، یه سریال بگو، همین جدیدن دیدی حال کردی؟ جدیدن دوباره چیزو دیدم و همچنان بعد سه بار دیدم با اینکه فیلمش 3 ساعت خورده حال کردم، کلاد اتلس واسه تام تیکور و باچوفسکی هاست. اونو مثلا جدیدن دوباره دیدم و همچنان من ازم جذاب بود. فیلم های دیگه هم که خب میدونی دیگه، مثلا فایت کلاب دوست دارم من، فیلم رو علاقه هم. خیلی فیلم زیاد اصلا بلدش نشم. سریالم، سریال جدیده دارکو، الان سیزن 3ش پیروز اومد، اومد گرفتم. دارک خیلی همه تعریف میکنه. آره یه سریال آلمانیه که باید حوصله داشته باشی بشینی ببینی، خیلی سریال جذاب و
سریالی که تموم شده البته انیمیشنه ولی واقعا دارک ترین سریالی که تو زندگیم دیدم بوجک هورسمنه. انیمیشن دارکه قشنگ. دمت گرم. مخلص. اینم فیلم و سریال. و اینکه ما پادکست رو باید با یه موزیکی که تو میگی دوست داری آخر پادکست پخش بشه تموم کنیم. یه موزیکی بهمون بگو که آخر پادکست پخش بشه. موزیک چقدر سخت شد. میدونم برای سخته ولی برای تو هم سخته. البته بگن یه موزیک انتخاب کن. چی انتخاب کنی؟ بگم 10 تا هم سخت. الان تو فکر یه موزیکی بودم که خیلی دوستش دارم ولی خب چون الان تو فکرش بودم همینجوری میگم که فکر نکنم خول میشم الان فکر کنم زیاد. هاللویای جف باکلی نکوهنش. ایجن جف باکلیش. احمد گرم. قربونت. مرسی اومدی خیلی حال دادی. مرسی از تو. حال داد. حرف زدیم. امیدوارم که تموم شه شنیده شه و آدم هم خوششون بیاد. به من که خیلی چسبید و حال داد. امیدوارم که خوششون بیاد. آره منم خودم مشتاقم ببینم بقیه چیا گفتن چه صحبتایی شده. جذاب واسه خودم. احمد گرم. خلاص مخلصیم. قربونت. مرسی ازت. خدافظ. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Before I've seen this room and I've walked this floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Or maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.